سلام و سلامتی و شما عزیزانی که اینجا هستین، نزدیکین میبینیمتون، و همینطور سلام و سلامتی به عزیزانی که در این جماعت نیستن و از ما اندکی فاصله دارن. باشه که امروز عزیزان، دعای قلب من این بود که پیام امروز مثل یک آبی باشه که ما رو طاهر کنه، مثل یک آینه ای باشه که خودمون رو در اون نگاه کنیم، بنگریم، و مثل یک غذایی باشه، غذای مقوی پر ویتامین، که حیات روحانی ما رو تقویت کنه. آمین. منتظر هستین که یه همچی نانی از آسمان بخورید، فربه بشین در خداوند. آمین. دو هفته پیش موعظه پاستور یادتونه؟ چطور سعی کرد ما رو به سمت یک رابطه تنگاتنگ با خداوند کلیسا، روح القدس به حرکت در بیاره، و با این سوال تک تک ما رو به چالش کشید که مهمترین شخص زندگی تو کیست؟ یادتونه عزیزان؟ اگه در این دو هفته یکم تعمق کرده باشین، به این موعظه فکر کرده باشین و همینطور با روح القدس در رابطه بوده باشین، مطمئن هستم که با آسمان یک رابطه پیدا کردین. و این رابطه عزیزان، این رابطه که ما عمودی با آسمان پیدا میکنیم، ثمرش اینه که یک رابطه افقی به وجود بیاره، یعنی باعث بشه که ما یک اتحاد و یک دلی و با بدن مسیح با همدیگه به دست بیاریم. موافق هستید؟ ثمره اتحاد با آسمان، ثمره یک رابطه عمودی با خداوند کلیسا، باعث میشه که ما در یک رابطه تنگاتنگ، در اون اتحاد الهی یگانگی در روح با همدیگه قرار بگیریم. پس من امروز میخوام راجع به اتحاد بدن صحبت کنم. آماده هستین؟ و در این راستا هیچ چاره ای نداریم، هیچ چاره ای نداریم به جز این که دوباره وارد سرزمین شگفتانگیز مزمور 133 بشیم. حاضرین با همینو بخونیم، قرائت کنیم؟ اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران و خواهران به یک دلی با هم ساکن شوند. مثل روغن نیکو بر سر است که به ریش فرود می آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش فرود می آید، و مثل شبنم هرمون است که بر کوهای سیحون فرود می آید، زیرا که در آنجا خداوند برکت خود را فرموده است، یعنی حیات را تا ابدالآباد. در این مزمور اصلا داوود با یه تقلای خاصی داره روبروه. او داره سعی میکنه ارزش اتحاد و یکدلی رو یه جور بالا ببره، ولی انگار که نمیدونه چطوری، نمیدونه. هرچی که تقلا میکنه انگار خودشو و کلماتشو محدود میبینه، برای اینکه ارزش این اتحاد و یکدلی رو یک جوری به طرف شنوندگان منتقل کنه. بنابراین در اوج اون عجز و درماندگی، از طریق چهار حوزه خاص میخواد ما وارد این اتحاد و یگانگی بشیم. یک کمی این اتحاد برامون بدی باشه، یک کمی گویا باشه. برای همین شروع میکنه، میگه اینک چه خوشه، ولی انگار کافی نیست، انگار کافی نیست، کلمه بعدی رو اضافه میکنه. چه دلپسنده، اینک چه خوشه، چه دلپسنده، چقدر شیرینه که برادران و خواهران با هم به یک دلی ساکن باشن. هر جا که میگه برادران، توی قسمتی داره اشاره میکنه به قوم اسرائیل که در عهد عتیق بودن، و همینطور به قوم خدا که کلیسای مجید عیسی مسیح خداونده، و همینطور به ساکن شدنش اشاره میکنه، یعنی ریشه کردن، یک جا موندن. تو مزمور 99 چقدر زیبا میگه، میگه اونایی که در خانه خداوند ساکن هستن، اونا در اون خونه ریشه میکنن، در وقت پیری نیز میوه میارن، و سرسبز و تازه خواهم بود تا اعلام کنن که خداوند صخره من است، در او هیچ بی انصافی نیست. و بعد بلافاصله یک مثال شرقی استفاده میکنه که چقدر شاید برای امروز ما یک کمی ناخوشایند باشه.
میگه مثل روغن خوشه، مثل اون روغن نیکو خوشبوه که به سر میاد، از سر جاری میشه، به ریش وارد میشه و تمامی وجودتو میگیره. فکر کن نه اون روغنایی که ما الان یه موقع مست میکنیم افرادو، بلکه مثل اون ظرف پر از روغن، یه جام پر از روغن که بریزه رو سر یکی، میاد روی سر و کلش، رو همدی که لباسی که تازه پوشیده، بعد این روغن میلغزه میلغزه جاری میشه، تمامی وجود اون شخص رو میگیره. اگه یه لباس تازه خریده باشی یکم این برات ناخوشاینده. داره اشاره میکنه به اون روغن گرانبها عزیزان که در عهد عتیق بود که کاهنان، اونم کاهن اعظم، با اون مس میشد، اون کاهنی که وقف شده بود، اون کاهنی که تقدیس و جدا شده بود برای کار خداوند، و این روغن بر سر او قرار میگرفت تا در این کاهن اقتدار تولید کنه. در عهد جدید دوم اول پتروس باب 2:9 میگه ما قبیله برگزیده هستیم، ما کاهنان هستیم در عیسی مسیح، ما پادشاهان هستیم، ما قومی مقدس هستیم عزیزان، ملک خاص او هستیم. در مکاشفه باب 1:6 هم میگه ما به خون عیسی مسیح خداوند خریده شدیم، ما خریده شدیم تا به پدر مثل پادشاهان، مثل کاهنان تقدیم بشیم. تا چی بشه عزیزان؟ تا در اون اتحاد با خدا و با همدیگه، اون روغن مس، اون روغن اتحاد بر سر تک تک ما قرار بگیره، که به وسیله اتحاد قرار میگیره. و بعد داوود میگه حالا کجاشو دیدی؟ حالا کجاشو دیدی؟ فقط مثل روغن نیست که اقتدار تولید کنه، بلکه مثل شبنم میمونه. شبنمی که از کوه هرمون میاد، یک شبنم خاص و گرانبها که اصلا فکرشو نمیتونی بکنی. از کوه هرمون میاد، به کوههای سیحون جاری میشه. چقدر زیباست عزیزان، داره تصویر اون کوه هرمون رو میده که در اورشلیم در شمال جنوبی قرار داشت، بلندترین، سرسبزترین، زیباترین کوه بود، و کوههای سیحون 3 کیلومتر کوه هرمون فاصله داشت. و میگه این شبنم خاص و گرانبها از کوه هرمون جاری میشه و به کوههای سیحون منتقل میشه. از این کوه هرمون همیشه سمبل مرکز، مرکز اقتدار، حاکمیت و فرماندهی خداوند آسمانه، و کوه سیحون همیشه و همیشه سمبل مرکز اقتدار و فرماندهی خداوند ما در روی زمینه. که چه فرماندهی، به چی داره اشاره میکنه؟ کلیساها، نیست؟ کلیساها. میگه این شبنم خاص و گرانبها از مقر خداوند، از مرکز فرماندهی خداوند به وسیله اتحاد من و تو روی کلیساها جاری میشه و اتحاد تولید میکنه. تا چی بشه؟ تا فضایل او رو عزیزان، خصایل زیبا و پاک او رو که ما رو از ظلمت، از تاریکی به نور حیرت انگیز پسرش، این شاه شاهان اومد، از طریق اتحاد ما و ما به دنیا دیده بشه. شبنم مثل یه برکتیه که تراوت و تازگی و حیات میبخشه، و در این حیات شفا هست، آزادی هست، رهایی هست، حس امنیت هست. پس داوود داره میگه نه فقط مثل روغنه که اقتدار میبخشه، بلکه مثل شبنمه که حیات، تر و تازگی و تراوت میبخشه. از این کاریه که اتحاد ما با هم دیگه انجام میده. دوست داری بچشی این اتحادو؟ یک نکته خیلی اساسی در این مزمور عالی 133 خیلی هویداست، خیلی مشهوده، خیلی بارزه، اینی که داوود اتحاد خالصانه رو دوست داره. داره آرزوهای دلشو،
حسرت‌های دلشو در این مزمور به گوش ما میرسونه. وقتی مزمور، وقتی زندگی داوودو نگاه میکنی عزیزان، داوود زندگی خوبی نداشت. پدرش یسا 8 پسر داشت و داوود 8 بود که شاید اصلا بهش اهمیت نمیدادن. دائم بین پسران داوود جنگ و جدل بود، تو سر هم میکوبیدن. و بعد از اون داوود زیر دست شاول رفت که باید پدر روحانیش بود، ولی چه کش و قوسی داشت، چه دردی رو متحمل شد عزیزان به خاطر حسادت های کسی که باید ازش محافظت میکرد. بعد که ازدواج که زنش میکال، در کلام خدا نوشته در دل خودش داوود خار میشمرد. بعد در زندگی خانوادگیش پسراش ابشالوم، امنون و برادر کوچیکش رو کشت. برادر کشی در خانواده داوود چه دردیه عزیزان، چه رنجیه. بعد همون ابشالوم شد دشمن سرسخت پدرش و داوود از این کوه به اون کوه، از این مغاره به اون مغاره فرار میکرد. برای همین در مزمور 122 120 آیه 6 و 7 میگه آه که چه طویل شد سکونت جان من با کسایی که سلامتی رو دشمن می‌دارن. من از اهل صلح و سلامتی هستم و در جای ساکن هستم که صلح و سلامتی و اتحاد رو چقدر کم می‌بینم. داوود مثل یک مهاجری بود عزیزان که در سرزمینی زندگی می‌کرد که بیگانه با اتحاد بود. برای همین دوباره در مزمور 132 آیه 1 میگه ای خداوند به یاد بیار، به یاد بیار همه مزلت های منو، به یاد بیار که چه سختی هایی کشیدم، چه درد هایی رو متحمل شدم تا در خانه ای تو ساکن بشم، تا در خانه ای تو ریشه کنم. به یاد بیار ای خداوند، به یاد بیار که چقدر حق و حقوقم گذشتم تا اتحاد رو ببینم، لمس کنم. به یاد بیار که چقدر گندم کاشتم و کاه درو کردم. ای خداوند به یاد بیار. عزیزان چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که به یادمون باشه خداوند مزلتهای ما رو، مشقتهای ما رو فراموش نمی کنه. به خصوص اون مزلت ها و مشقت هایی که برای خانه خدا میکشی، برای گسترش پادشاهی خدا میکشی، اون درد هایی که میستی برای حقیقت و راستی و افراد در عناد و دشمنی با تو بلند میشن، خدا این درد ها رو به یاد میاره عزیزان، هیچ وقت فراموش نمی کنه. داوود هیچ وقت برای خودمحوری ها و منیت های خودش مزلت نکشید، بلکه فقط برای خداوند و قوم خاص خداوند بود که ایستاده بود. چقدر تلخ عزیزان، چقدر غم‌انگیزه یه موقعهای بعضی واژه ها کاربرد اصلی شو در زندگی ما، در رفتار ما، در رابطه های ما از دست میده. چقدر در موردش حرف میزنیم، شاید هم چقدر دوست داریم اتحادو. حقیقتا من باور دارم که همه دوست دارن، لذت میبرن، ولی دریغ از آن، دریغ گاهن از کمی از خودگذشتگی. شرط رسیدن به اتحاد چشم‌پوشی از خودمونه و شرط چشم‌پوشی از خود شرط عاشقیه، چیزی که موعظه کرد 2 هفته پیش پاستور، که مهمترین شخص در زندگی تو کیست. اگه عاشق باشی خیلی راحت چشم‌پوشی میکنی از خودت. اما داوود عاشق اتحاد بود و آرزو داشت همه اینو تجربه کنن، در ازدواجشون، در محل کارشون، در خانوادهشون، در کلیساشون. و داوود چقدر زیبا با هدایت روح خدا داره به وسیله رقص و زیبای واژگان ما رو سعی میکنه تو این سرزمین عجایب اتحاد حرکت بده. اتحاد مثل روغنه، مثل شبنمه. از مکانی که تجربه کردی
بدون اینکه اصلا دخالت داشته باشی، بدون اینکه بتونی جلوشو بگیری، از اون مکانی که شروع شده حتی اگه دو نفر با هم یک بشن اونجا جاری میشه عزیزان. یک حرکت تدریجی داره که نمیتونی جلوی اونو بگیری. اتحاد از گروه پرستش میتونه روی نشینندگان بر روی این صندلی ها جاری بشه. اتحاد از گروه تکنیک که شاید فکر کنن یه کار یه خدمت عملیه، ولی دقیقا از اون گروه میتونه روی افراد جاری بشه. اتحاد از طریق یک زن و مردی که با هم در اتحادن، یک ازدواج متحد میتونه بر سر بچه ها جاری بشه و اونجا سلامتی و صلح جاری کنه عزیزان. اتحاد از طریق کلیسا، از طریق خادمین، از طریق مسئولین میتونه روی اعضای کلیسا قرار بگیره. اتحاد مثل یک مسیه، مثل یک روغنیه که بر سر جماعت قرار میگیره و وقتی قرار بگیره اونا میتونن، اونا قدرت پیدا میکنن که خودشونو وقف خدا و به همدیگه بکنن. مثل اعمال رسولان باب دو، اونجا دیگه منی وجود نداره، توی وجود نداره، اونجاست که نجات یافتگان به جمع این متحدین در عیسی مسیح اضافه میشن. و در حقیقت چقدر سخته عزیزان، چنین اتحادی چقدر سخته، نمیتونیم حتی فکرشو بکنیم. تنها و تنها نشأت میگیره از مرگ انسان کهنه. در روز پنتیکاست یادتونه 500 نفر صدای فرمان عیسی رو شنیدن، در اون بالاخانه باشین تا از روح در علا آراسته بشین. اصلا 500 نفر شنیدن، کجا بودن؟ فقط 120 نفر در اون اطاعت، در اون فروتنی روی بالاخانه با هم دیگه ایستادن، منتظر بودن تا اون روغن اقتدار، تا اون شبنم گرانبها بر سر اونا فرود اومد. جالبه بدونی شاگردان افراد مقدسی نبودن ها، پر از خودبینی، سر همون میکوبیدن، پر از تلخی، کی از کی بزرگتره؟ این بود وضعیتشون. روز آخر عیسی مسیح خداوند رو رها کردن. ولی درست بعد از قیام عزیزان، کلام خدا میگه بعد از قیام وقتی مثل پتروس با تهی بودن خودشون روبرو شدن، خودشون رو شناختن، فهمیدن بدون عیسی هیچن. وقتی شکسته شدن عزیزان، وقتی فروتن شدن، وقتی این پوسته سخت شکسته شد، همه با هم به یک دل در یک جا جمع شدن و این روح القدس، این خدای تسلیس که به هیچ چیزی مثل یک دلی و اتحاد احترام خاص نمیذاره بر سر شاگردان فرود اومد عزیزان. اگه به دنبال بیداری در کلیسا هستی، اگه به دنبال مس تازه هستی، اگه به دنبال باران آخر هستی، اگه به دنبال اقتدار و قوت هستی در کلیسا، فقط حرف نمیزنی، باید با هم دیگه در تمام ضعفایی که داریم دستمونو به دست هم بدیم، از خودمون خالی بشیم و از مسیح پر بشیم. یک دلی مثل یک معجزه است عزیزان، یه معجزه شگفت انگیز. من احساس میکنم حتی معجزه عظیمتر از یه شفای جزامی، شفای سرطانیه. چون انسان ها، قوم ها، زبان ها، خانواده ها، پیشینه های مختلف چطور میتونن یک بشن؟ حتی قوم ایرانی، ما ایرانی ها تو اون چقدر تعارض، چقدر تضاده، چقدر پارادوکس های روحانی. کرد، بلوچ، ترک، شمالی، جنوبی نیست، پر از تفاوت. برای همین عیسی میدونست چه معجزه عظیمیه، چه معجزه عجیبیه. در باب 17 انجیل یوحنا اون دعای ملوکانه و شاهانه شو به حضور پدر قدوسش بلند کرد. در اول انجیل یوحنا باب 17 آیه 11 میگه پدر مقدس من، ای پدر قدوس، اینا رو حفظ کن،
اول داره میگه حفظ کن از شریر، از بدی، از عدم اتحاد. این عزیزان منو حفظ کن و اونا رو حسب به هر بدی نگه دار تا یک باشن. عزیزان یک باشن، چنان که ما یک هستیم. عزیزان چه کلمه قدرتمندی. ما، واژه ما داره مستقیم اشاره به تسلیس میکنه. اون اتحاد یگانگی در خود خدا وجود داره. عزیزان پدر، پسر، روح القدس داره به این اشاره میکنه، به اون رقص زیبای اتحاد که وقتی من و تو ایمان آوردیم، خوانده شدیم، وارد این جمع بشیم، با این ریتم، با این ملودی زیبا رفتار کنیم. ولی هرچی که بازم به این دعا نگاه میکنیم، میبینیم مثل یک رازه. بازم چطور میشه؟ چطور میشه؟ و چقدر زیبا پولس ما را پشت این در بسته، دعای عیسی مثل یک در بسته است که کلید خاص میخواد. عزیزان دعای عیسی مثل یک رمز و رازه که باید گشوده شه و پولس رسول این قفل رو برای ما باز کرده، این راز رو برای ما گشوده. در غلاطیان باب 3 آیه 17 میگه همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح رو در بر گرفتید. دیگه یهودی و یونانی وجود نداره، مرد و زن وجود نداره، غلام و کنیز و آقا وجود نداره. همه شما در مسیح، در مسیح، همه بگیم در مسیح، در مسیح یک هستیم. عزیزان 160 بار این واژه قدرتمند اتصال که ما رو با مسیح یک میکنه در نامه های پولس گنجوده شد. در مسیح تسلی داریم، در مسیح شادمان هستیم، در مسیح قدرت هر چیز رو داریم، در مسیح قدوسیت داریم، در مسیح آرامش داریم، در مسیح شراکت با روح القدس داریم. در مسیح، آمین، در مسیح، در مسیح مشتاق همدیگه هستیم. در مسیح ما همدیگر رو دوست داریم. عزیزان قدرتمندترین کلمه که کافیه در روح به اون وصشی، عزیزان در مسیح، در مسیح. جدا از مسیح اسم احلال بیهودگی محض، پوچی، فروپاشی، ناهماهنگی. جدا از مسیح حتی تمامی هستی یک روز اگه بخواد معنا پیدا کنه، اگه بخواد حیات پیدا کنه، باید در مسیح قرار بگیره. در مسیح، جدا از مسیح پوچی، بی‌معنایی، هیچ چیزی که ارزش حقیقی داشته باشه وجود نداره. عزیزان من و تو بعد از اینکه تعمید یافتیم دو تا آدرس داریم، یا آدرس انسانی در هامبورگ، لوبک، برمن، هر جا که هستی، یک آدرس روحانی در مسیح. من و تو در مسیح ساکن هستیم. مسیحیان هر کجای دنیا که باشن، در هر کلیسایی که باشن، در مسیح یک هستیم. عزیزان ما با تمامی تفاوتامون در مسیح یک هستیم. دنیا تاکیدش روی تفاوت هاست. دنیای معاصر ما داره تفاوت ها رو پررنگتر و فربه‌تر میکنه. بعضی نژاد ها خیلی بهترن، بعضی رنگ ها مرغوب ترن. عزیزان بلکه بر زن ها از مرد ها بهترن. بجنگیم برای همین نهضت‌ها و نمیدونم جنبش‌های فمینیستی و جنسیتی برپا شده. هر چی که تفاوت‌ها رو پررنگ‌تر کنی، این فرقه‌ها قوی‌تر میشن. ولی عیسی اومد از زن تا دیوارهای جدایی رو بین ما بریزه، تمامی اون تعارضاتی که در میان قوم‌ها و ملت‌هاست فرو بریزه، تمام اون تعارضاتی که در من شخص هر کدوم ما پر از تنش و تعارض هستیم، وقتی به مسیح وصل میشیم، در اون یگانگی قرار میگیریم، تمام اون دیوارها منهدم میشه و فرو میریزه و در نهایت جهان هستی با خدا یک میشه. عزیزان مسیح مرد، مسیح بهای سنگینی داد تا همه انسان ها به صورت یک خانواده واحد در او قرار بگیرن. اتحاد فقط و فقط در مسیح ممکنه. اگه تو امروز تحت حاکمیت سر هستی،
روح القدس تو رو به سمت اتحاد با آسمان و با همدیگه حرکت میده. غیر از این هیچ چیزی ممکن نی. بقیهش حرفای پوچ و تو خالی عزیزان. و کلیسایی که در این اتحاد قرار میگیره، خدا این فرصت رو پیدا میکنه که نقشه اتحاد جهان هستی رو با هم دیگه به وسیله کلیسایی که با هم یک شده به اجرا در بیاره. برای همین عزیزان هیچ وقت کاری نکن، هیچ وقت کاری نکن که کلیسای عیسی مسیح، این راز عظیم مسیح، این عروس زیبای مسیح اتحادش به هم بخوره. هیچ وقت کاری نکن که این دعای شاهانه و ملوکانه عیسی مسیح خداوند به زمین بیفته، نقطه یا حمزه ای از اون بی‌حرمت بشه. حرفای تفرق آمیز نزن، به غیبت گردش نکن عزیزان، بدن مسیح رو چند پاره نکن. یک اصل در مورد غیبت وجود داره که دائما بدن مسیح رو میخواد بین ببره. اگه امروز یه اصل و آویزه گوشت کنی، کلیسا به سمت اون نقشه الهی حرکت میکنه. حاضرین؟ غیبت کننده هرگز وجود نداشت اگه شنوندگان مشتاق وجود نداشتن. آمین. اگه کسی با یه خورده شایعات تحریف شده و آبکی میاد به سمت تو، دستشو بگیری به سمت اون شخص ببری، یا حداقل اینقدر شجاعت داشته باشه که گوشاتو بگیری، بگی من گوشای من خلق نشده که این کلمات ناپاکو بشنوه. اگه خارش گوش نداشتی، اگه مشتاق شنیدن نبودی عزیزان، هرگز و هرگز غیبت کننده وجود نداشت. از این گناه ویرانگره، کلیسا رو ویران میکنه. و اگه دلت برای کلیسا نمیسوزه، فقط میخوام بهت بگم اولین چیز رو که ویران میکنه درون خودته. اون معصومیت تو رو ویران میکنه، معصومیتی که خدا ما رو خوانده به اونجا حرکت بده. و اگه امروز تو درک کنی، من و تو درک کنیم که من و تو به عنوان فرزند خلف خدا خوانده شدیم که این مشعل فروزان اتحاد رو بگیریم و همدیگه منتقل کنیم، پشتیبانی کنیم همدیگه رو، هرگز فرزند ناخلف جدا کننده تفرق آمیز کلیسا وجود نداشت. و تو امروز به جاش میتونستی برای اتحاد کوشش کنی، سرمایه گذاری کنی عزیزان، چون خیلی با ارزشه. اتحاد خیلی کمیابه. من و پاستور خیلی وقته که شکرگزار هستیم، سپاسگزار هستیم از خدای پوری فیض که مدت یه اتحاد نسبی بین بعضی از خادمین به وجود آورده. در گروه های کوچیک دعایی اتحاد به وجود اومده، در بین جلسه امیدان عزیز ما اتحاد به وجود اومده. عزیزان شکرگزار باشین، توافق کنین با این اتحاد، پشتیبانی کنین، چون عزیزان این اتحاد هر جایی که گروهی اتحاد اون کسی مرده برای نفسش، برای طبیعت کهنش، تا اتحادی به وجود اومد بیاره با تمام اختلاف نظرها، تا نفعش به کلیسا برسه. دعا کنیم برای این کلیسا، برای این اتحاد گروه ها، و موافق باشین. فقط تو پرانتز بگم برای اینکه این موقع سوء تعبیر نشه، اتحاد الهی فقط و فقط با اساس حقیقت پیریزی شده عزیزان. اگه ما با هم اتحاد داریم باید بر اساس حقیقت باشه، چون کلامی اتحادی که کلام خدا میگه قربانی کردن حقیقت نیست، به دنبال خط فکری یه نفر رفتن نیست. ما اجازه نداریم عزیزان به اسم اتحاد جایی که یک نفر تفرقه ایجاد میکنه، جدایی ایجاد میکنه، اتحاد خواهران رو به هم میریزه، به خاطر اتحاد این شخص رو متحمل باشیم و سکوت کنیم. عزیزان میخوام خیلی سریع با اقتدار کلام خدا بهتون بگم، چنین گروهی، چنین سیستمی، چنین کلیسایی،
که به خاطر حقیق، به خاطر اتحاد سازش میکنه با خدا، با گناه، به خصوص اشخاصی که تفرقه در کلیسا به وجود میاد. این سیستم، این گروه، این کلیسا فاسده. اتحاد هرگز و هرگز به قیمت سازش با گناه نیست. پس بیایم با هم دیگه عزیزان سعی کنیم، کوشش کنیم با قوت روحش تا آن یگانگی در روح که هست به مدد رشته سلامتی به قول پولس با هم دیگه حفظش کنیم. چرا؟ چون پولس افسوسیان باب 4 آیه 3 و 4 میگه زیرا یک بدن است، یک روح، یک امید دعوت، ما با اون فرا خوانده شدیم، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید، یک خدا، یک خدا که پدر همه، فوق از همه و از طریق همه، نه فقط طریق خادمین پاستور من، از طریق همه در همه عمل میکنه. اصلا کلیدش اینجاست، یک خدا، یک پدر. نگفته یک داور، یک حتی پادشاه، اون حقشه، پادشاهه، تا ابد بوده و هست و خواهد بود، اما یک پدر. اصلا چی میخواد بگه؟ بر روی شالوده محبت پدر میشه امارتهای عظیم اتحاد ساخت. عزیزان ما اصلشو داریم، محبت خدای پدر در من و تو هست، به اضافه اینکه یک بدن هستیم عزیزان، یک روح، یک تعمید، به امید یک دعوت، یک دعوت. در تک تک ما مسیحیان بذر اتحاد کاشته شده، دانه اتحاد در من و تو هست، فقط باید سعی کنیم به قول پولس این دانه اتحاد رو پرورش کنیم، پرورشش بدیم با انکار نفس، با وصل شدن به آسمان، به کلیسای خداوند با تمام اشتباهاتی که داره. در این تنش هاست که ما متحمل همدیگه میشیم و اون محبت رو عمیق‌تر یاد میگیریم. و اگه بین ما کسایی هست که مدت هاست فرزند محبوب خداست که همه تون هستین، ولی این مشعل اتحاد رو در دستش گرفته نیست، مدت هاست داره برای این اتحاد حقیقتا این کار نفس میکنه، دعا میکنه، از خود گذشتگی کرده، خودشو فراموش کرده. اگه کسی هست بین ما ولی هنوز هیچ ثمری دریافت نکرده، مثل داوود ما، چقدر موقع این توش میشد، مایوس میشد، میکاش، فقط انگار باد درو میکرد. اگه تو اون شخص هستی، پیام خدا، تشویق خدا برای تو اینه، از نیکوکاری، از پی اتحاد دویدن، اتحاد و نگه داشتن، خسته خاطر نشو، چون به وقتش درو میکنی عزیزان، به فراوانی. چون تو وقتی به جمع متحدین با مسیح، در مسیح، در اون تسلیم عهد، در اون اطاعت و فروتنی میپیوندی عزیزان، یه روز مثل داوود عزیز ما، این مزمور نویس 133، با مزمور نویس هم نوا و هم صدا خواهی شد، میگی اینک چه خوش و چه دلپسنده که برادران و خواهران به یک دلی در یک جا ساکن میشن. مثل روغنیه که بر سر میریزه، اقتدار تولید میکنه، مثل یک شبنمیه که حیات، تراوت، تازگی، آزادی، امنیت تولید میکنه. و تو به خصوص، تویی که برای اتحاد بدن ایستادی، مبارک خواهی بود. و روزی عزیزان، روزی، آیه آخر به خصوص که ثمره ایستادگی تو هست، خواهی چشید و جان تو سیر خواهد شد. قسمت آخر آیه، زیرا در آنجا خداوند برکت خود را امر فرموده است. یعنی چی این برکت؟ چی عزیزان؟ حیات، حیات عزیزان، خدای حی منشأ حیات کلیساست. آمین. میخوایی حیات رو در کلیسا ببینی؟ اصلا چه چیز، ما یه بدنیم،
فکر نکنی اگه تنهایی بریم برای بیداری روحانی دعا کنی، برای اتحاد دعا کنی، چیزی نصیبتون میشه. خوشبختی ما، حیات و فتح و ظفر ما با همدیگه است. ما به هم در دنیای روحانی وصلیم. پس بیایم با همدیگه خالی بشیم از خودمون و اجازه بدیم روح القدس با روح اتحاد در ما قرار بگیره و ما رو عاملی، به جای اینکه تفرقه ایجاد کنیم، عاملی برای اتحاد بسازه. حاضر هستین؟ امروز یه قضایش خیلی مقوی خدا برای ما آماده کرده. من ایمان دارم و من نمیخوام اینو با خودم خونه ببرم. امروز میخوام همه تون اگه خوردین هضمشم بکنین. چجوری؟ با دعا، با دعا. آمین. این قضا به جانتان قشنگ میشینه. چشمای خودمونو ببندیم. ای خدای عالی، ای خدایی که هر دفعه ما رو به سرزمین عجایب پاکی ها، زیبایی ها، اون سرزمین عجایبی که دنیا نمیتونه تصور کنه، نمیتونه ببینه، اون برکات عظیم آسمانی که پیش آماده کردی خدا، و یکیش اتحاده. در این اتحاد ما خیلی برکات رو تجربه میکنیم، خیلی برکات رو میچشیم. ای پدر عزیز من، دعا میکنم همون دعای عیسی رو، توی که به وسیله خون پربهای عیسی ما رو با هم یک کردی، دعا میکنم ای پدر قدوس و پرجلال، تک تک ما رو از هر بدی حفظ کنی. اگه در بین ما خاطی وجود داره پدر جان، خدا ما، همه ما بسیار میلغزیم، همه ما اشتباه میکنیم خدا ما. خود من بارها عاملی بودم خدا من که او اتحاد الهی رو نگه نداشتم. پدر دعا میکنم که در قلبمون خم شیم جلوی تو، چون هر اعتراف و توبه ما رو با ضربان قلب تو، با ریتم قلب تو یک میکنه، ما رو با قدوسیت تو آشنا میکنه. و وقتی با قدوسیت تو آشنا بشیم خداوند، چقدر سهل و آسون هر دفعه بیشتر سرهای خودمون رو خم میکنیم و میگیم حقیقتاً خدا تو برحقی، تو برحقی. مرا نیکوست که بعضی از تلاطمات و دردها رو چشیدم به خاطر اینکه شاید اتحاد بدن تو خدشه‌دار کردم، شاید کمک نکردم در این اتحاد که امروز فرایز تو رو بیاموزم. ای پدر دعا میکنم که ما رو با هم یک کنی، ما رو از هر بدی حفظ کنی، ما رو از هر عدم اتحاد حفظ کنی، ما رو از هر دشمنی حفظ کنی، ما رو از هر غلبه این انسان کهنه که اصلا اتحاد نمیفهمی چیه، این طبیعت کهنه که فقط دنبال حق و حقوق خودشه. خداوند به تو پناه میبریم که ما رو حفظ کنی، ما رو یک کنی خداوند، تا یکی باشیم خداوند. نه اون یکی بودنی که دنیا به ما تلفیق میکنه، بلکه اون یکی بودنی که در اون اتحاد الهی از ازل تا ابد پدر، پسر، روح القدس بود و هست، و ما دعوت شدیم که در این اتحاد داخل بشیم، در این اتحاد رفتار کنیم. خداوند دعا میکنم به کمتر از این قانع نباشیم و کلیسای خودت در این زمانهای آخر در نام پدر، پسر، روح القدس در این اتحاد قرار بدی که این روغن اقتدار و روغن حیات، آزادی، شفا، تراوت، تازگی بر تک تک ساکنین جماعت کلیسای مقدس تو قرار بگیره و کلیسای عزیز و محبوب تو بگه با تمام قلبش، بگه اگه موافق هستین، آمین و آمین.